هشدار درباره همپوشانی کرونا و بیماری‌های فصلی در آستانه موج ششم کرونا. حدود دو سالی از درگیری کشور با بیماری کرونا می‌گذرد. در این مدت اگرچه کرونا تلفات انسانی زیادی داشته، اما به گفته کارشناسان شیوع بیماری‌های فصلی همچون سرماخوردگی و آنفولانزا با روند نزولی مواجه بوده. عمده این کم شدن موارد آنفولانزا را به رعایت مسائل پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک و در واقع اقدامات پیشگیری عام که برای جلوگیری از ابتلای به کرونا و مردم پیشه کرده بودن نسبت دادن. با افزایش واکسیناسیون زمزمه ها درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها جدیدتر شده. در این میان علاوه بر کاهش محدودیت های شغلی، مسافرگیری 100% در پروازها هم مجاز اعلام شده. به گونه ای که متخصصان در آستانه آغاز موج ششم کرونا هشدار میدن با وجود لغو برخی محدودیت ها و کاهش رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی ناشی از تکمیل فرایند واکسیناسیون کرونا، امکان اوجگیری دوباره بیماری های فصلی و احتمال همپوشانی اون با کرونا دوچندان شده. دو سال گردش ویروس آنفولانزا در کشور نبود. به خاطر همین تعداد زیادی از افراد کشور الان آنتیبادی محافظت کننده بر علیه بیماری آنفولانزا رو ندارد. اگر خدای نکرده موارد جدید بیماری آنفولانزا در سطح جامعه گزارش بشه، عمدتاً میتونه در واقع سریعا گسترش پیدا کنه و منجر به یک اپیدمی در یک پاندمی بشه. و اما یک سوال، در این فصل اگر دچار علائم بیماری شدیم چطور تشخیص بدیم که کرونا گرفتیم یا آنفولانزا؟ بدن درد، تن درد، کوفتگی از علائم اصلی بیماری آنفولانزا است. به طوری که فردی که بسیار فعال بوده و سر کارش حاضر می‌شده، قادر به رفتن به سر کار نیست، بچه مدرسه دیگه که مثلا مدرسه می‌رفته دیگه نمی‌تونه مدرسه. دوره بیماری آنفولانزا کوتاه مدت، حداکثر 3 تا 5 روز طول می‌کشه. برخلاف اون بیماری کرونا دورش طولانی تره. در موارد در واقع متوسط و شدید به 2 هفته یا بیشتر ممکن افزایش پیدا کنه. سرفه در بیماری کرونا سرفه خشک بدون خلط است. نکته دیگه ای که باز حائز اهمیت است، با همه عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی ممکنه که تغییر در حس چشایی بویایی اتفاق بیفته، ولی هیچ کدوم از اینها به اندازه کرونا اختلال حس بویایی و چشایی درشون ایجاد نمیشه. عفونت‌های گوش میانی، سینه پهلو و سینوزیت از عوارض آنفولانزا و نارسایی‌های دستگاه تنفسی، درگیری ریه و بستری در آی سی او هم از عوارض کرونا است. تزریق همزمان واکسن کرونا و آنفولانزا هم نمیتونه ما را در برابر این بیماری‌ها محافظت کنه. فراموش نکنیم که تنها راه مقابله با این بیماری‌ها استفاده از ماسک، رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی است. محمد شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.